یک روز را به خاطر الله متعال روزه میگیره 70 سال از آتش جهنم دور میشه. الله اکبر، سبحان الله. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلام میفرماید تو کسی که 30 روز را روزه میگیری به خاطر الله متعال، 30 را زوال 70 بکو، چقدر از آتش جهنم دور میشی؟ الله اکبر. حدیث قدسی هست، الله متعال میفرماید الصيام لي روزه بر ما هست و انا اجزئ به ما برش جزا میتم، جزای روزدار خودم میتم. لصائم فرحتان، برای روزدار دو خوشحالی هست، فرحت عند لقاء ربه و فرحت عند فطره. یک خوشحالی زمانی که سفره افطار منظم هست برش، خیلی تشنه و گرسنه هست، اون نوش جان میکنه خوش میشه، و یک خوشحالی زمانی که با ربش ملاقات میکنه. چی میخواهی تو؟ تمام دنیا را یک طرف بکو، تمام مادیات دنیا را یک طرف بکو، یک روز رمضان که تو روزه میگیری به خاطر الله متعال یک طرف بکو. روز قبل یک کسی از ترکیه برای ما مسیج کرد، میگه کار خیلی بالای ما فشار می آوره، زمین ازی که ما مسافر هم هستم اما کار بالای ما خیلی زیاد هست، میشه من روزه را بخورم؟ ما گفتم ببین، او صاحب کار تو هست، او کسی هست که برای تو مزد میده، مادیات میده، چقدر وفاداری از او هستی، جانت در خدمت از او قرار میده، او ذاتی که تو را خلق کرده، او ذاتی که تو را خلق کرده، تو را امر میکنه روزه بگیری، تو نمیگیری، تو مسافر نیستی. عزیزایی که در ایران هستن، در اروپا هستن، در خارج از کشور رفتن، اونها مسافر نیستن. مسافرت از 15 روز به پایین هست، مسافرت مسیر راه هست که به خطر مواجه بشی، تشنه و گرسنه بانی در مسیر راه. تو کسی که کار میکنی به بانی کار روزه نمیگیری، میفهمی کسی که روزه را ترک میکنه چقدر الله متعال چی وعیدی را بر از او وعده کرده. الله متعال رحم بکنه برای جوانای ما، این روزه را دست کم نگیرید، روزه خیلی اجر و پاداش داره، روزه از الله متعال هست، روزه گرفتن از الله متعال هست. یک روز رمضان را در حدیث میگه کسی که یک روز رمضان را ترک میکنه روزه نمیگیره، اگر تمام سال را روزه بگیره لکن جای یک روز رمضان را گرفته نمیتونه. سبحان الله، این یک چانس طلایی هست. آیا با سال دیگه تو زنده هستی یا خیر؟ آیا تو زنده میشی یا زنده هستی؟ تو در قید حیات هستی یا نی؟ تضمین میکنی خود را؟ نه خیر، بسیار کسایی بود که رمضان ها را امید داشتن اما امروز نیستن، در این رمضان نیستن. پس خوب استفاده بکن، با گناه های مختلف و بانه های مختلف، عذر های مختلف را پیش نکو به خاطر از اینکه روزه نگیری. روزه گرفتن اجر و پاداش خیلی زیاده داره. گفتم تمام دنیا، مادیات دنیا یک طرف، یک روز رمضان دیگه طرف. وقتی تو یک روز را روزه میگیری به خاطر الله متعال 70 سال از جهنم دور میشی. پس چی میخواهی؟